حالا من اینجا میدونم این خیلی پر رویه ولی من یک فرضیه دارم که دوست دارم اینجا اضافه بکنم که اگه یه موقع درست در اومد من اینجا سب شده بشه خب ببینید داستان عرب عرب ادیان سنتی خودشون رو جدا از عقاید ابراهیمی داشتن خب که بوتهای خودشون رو داشتن عقاید غیر ابراهیمی داشتن که در زمان عرب اونجا رواج داشته خب؟ یک سری مسیحی ها و یهودیایی وارد شبه جزیره عرب می ش... عربستان میشن خب؟ و با خودشون یه عقاید ابراهیمی میارن که بعدا این عقاید ابراهیمی با عقاید سنتی عرب قاطی میشه و یک پروتو اسلام به وجود میاره یعنی یک اسلام اولیه که اون زمان اسلام نبوده به وجود میاره و بعدا این میشه اسلام بعدها ها میشه این اسلام خب یعنی یه میکس یک ترکیبی از عقاید ابراهیمی خب یک سری عقاید ابراهیمی هم که با اون ارتودکس مسیحیان و یهودیان فرق داشته به که اونم حالا بعدا بهش میرسیم قاطی میشه با عقاید خرافاتی که خود عرب داشتن جدا از عقاید اسلامی خب ولی این عقاید ابراهیمی که از جاهای دیگه اومده از ز... 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 کشورهای دیگه اومده عقاید بیگانه ای بوده خب و چون عقاید بیگانه ای بوده و عرب خودشون عقاید بتهای خودشون داشتن خدایان صحرایی خودشون رو اینا رو داشتن به خاطر بیگانه پرستی بیگانه بیگان بودن این عقاید از از سنتی یه مقدار مقاومت از من فرزمینه که یک سری مقاومت هایی می شده نسبت به این عقایدی که با سنت این عرب فرق داشته خب؟ و از لحاظ فرگشتی یک کاربردی که داشته که اسلام مثلا این این بخش این عقاید ابراهیمی عوض بشه که قابل پذیرش بیشتر باشه برای اعرابی که سنت های خودشونو دارن اینه که دو تا کار بکنه یکی یکی این که بیاد اهمیت اعراب رو در این داستان عقاید ابراهیمی افزایش بده خب یعنی به اعراب بگه که شما این عقاید ابراهیمی که شما به نظرتون میرسه بیگانه است داره از مثلا اورشلیم و اینا میاد نه اتفاقا داستان مهمترین اشخاص توی این داستان یهودیان نیستن شما اعراب هستید خب یکی اینه که پذیرش این عقاید ابراهیمی رو افزایش بده خب دو عقاید ابرا... یک سری م... مکانهای مقدس رو برای سنت های عرب ها رو توی داستان های عقاید ابراهیمی اضافه بکنه خب برای نکته اول چه کار کرد مثلا به طور غیر هوشمندانه یعنی به طور ارگانیکی این اتفاق افتاد خب همون اتفاقی افتاد که الان بهش کردیم ابراهیم پسر مهمترش یعنی پسری که قرار بود قربانی بشه از اسحاق شد به اسماعیل و اسماعیل شد جد عرب و عرب شدن بچه های فرزندان مهمترین پسر ابراهیم که ابراهیم هم مهمترین شخص توی عقاید ابراهیمی یعنی به عرب گفته شد که این عقایدی که شما بهش میگیم بیگانه اتفاقا مهمترین کرکترها توی این داستان شما هستید برای این چی؟ برای اینکه شما پسران یعنی فرزندان ابراهیم هستید محمد به ما پنج یورو سپرچت داد ممنون از شما محمد خیلی ممنون از حمایت شما دستتون در نکنه پس یکی این که اع... و دو اینکه اعراب مهمترین مهمترین مکانهای مقدس برای عرب یه سری کعبه هایی بودن حالا بعدا شد یه دونه ولی کعبه بود خب کعبه ما از لحاظ دینی از لحاظ خرافاتی از لحاظ فرهنگی یک چیزی بود که مال عرب بود از جای دیگه نیومده بود و این مرکز توجه خرافات عرب در آن زمان بوده خب و برای اینکه این داستان عقاید ابراهیمی رو ما پیوند بزنیم با سنت های عرب ها که جدا بوده از عقاید ابراهیمی یک کار بسیار زیرکانه ای که توی روایت های اسلامی اتفاق افتاد اینی که ابراهیم رو از اون بالا بالا ها از اون شمال از اون سوریه و اینا چه اووردن خب ببینین اینج... این چیز کتاب عهد عتیق مال یهودیا داستان هجار و ابراهیم رو وسط کار ول کرد خب سارا زن ابراهیم به ابراهیم گفتش که تو با من نمیتونی بچه دار بشی برو با این کنیزه بچه دار شو برای اینکه ما بتونیم بچه دار خب بعد بچه دار شد بعد خدا آمد به ابراهیم گفت با سارا هم برو بچه دار شو ابراهیم گفت من که خیلی پیرم نمیتونم بچه دار گفت من خدا من میگم بچه دار میش میشی خب من خدا بعد با سارا هم بچه دار شد بعد سارا که دیگه بچه دار شد دیگه حسودیش میشد با از هجار که یه بچه داشت با ابراهیم بچه اولش داشت و سارا به ابراهیم گفتش که این کنیزه رو با پسرش از خونه بنداز بیرون بندازش بیرون خب و ابراهیم هم گوش کرد و این این هجار رو این اسماعیل رو از خونه انداخت بیرون خب توی کتاب یهودیا این داستان تموم شد خب و کار زیرکانه ای که اسلام کرد همسه نظر منه شما خیلی نمیخواد جدی اینه که این داستان رو برداشت این داستانی که توی عهد تموم نشده بود و برداشت و ادامه داد و با ادامه دادن این داستان عقاید ابراهیم رو پیوند داد با سنت عرب چجوری این هجار و اسماعیل پا شدن نمیدونم چجوری چقدر راه رفتن که تونستن از اونجا پاشن بیان تو عربستان این چقدر راهه وسط بیابون نمیدونم چه این همه شهر اونجا بوده اینا اومدن یه جای که هیچ کسی نیست و داشتن تشنه از تشنگی داشتن میمردن یه معجزه شده آب از زمین در اومده و این شد زمزم و بعدم ابراهیمم بعد از این مدتی اتیق... گفته من پسرم کو کجاست الان براش تنگ شده اومده این همه راه اونم اومده پایین ببین اون موقع سفر اینقدر الکی نبوده که یه کسی نمیدونم ا... اگرم کسی میخواست سفر بکنه نمیومد وسط بیابونی از یه شهر به یه شهر دیگه میرفته. ولی نمیدونم چرا هم اسماعیل با هم مادرش هجار اومده این همه پایین وسط صحرا یه جایی که هیچ تمدنی نبوده گم شدن داشتن از تشنگی میمردن هم ابراهیم هم اومده پیداش کرده نمیدونم چجوری با هم فکرم تماس سفر اون موقع خیلی مشکلی نداشته سلمان فارسی 47 قبل از اون اومده ایران <تصفح> <تصفح> آره ابراهیم پیامبر بوده تیول می کرده آره این کاری نداشته ولی ببینید شما مگه اگر خواهید سفر بکنی شما ببینید وقتی که اسماعیل ببین داستانش داستان اینه که اصلا اون موقع مکه وجود نداشته بخاطر اینکه زمزمی وجود نداشته خب میگه پای این اسماعیل پاشو تکون میده درسته اسماعیل بوده که پاشو تکون داده زمزم درست شده درسته خب خب یعنی یعنی هجار و یعنی اسماعیل و هجار یعنی هجار رفته یه جایی که هیچ شهری نبوده یعنی زده نمیدونم چرا زده به سرش و این همه کیلومترها را رفته و وسط صحرا و نمیدونم چه چه جوری زنده مونده تو اون تونس انقدر راه بره خب ببینید از لحاظ جغرافیایی اگه نگاه بکنین چقدر اینا با هم فاصله دارن از اون همه تمدن و اون همه رودخونه و همه اینا دور بشی بیای این همه این همه هم دوون پیدا بکنی راه بری یه جوری حرف میزنن انگار که مثلا از شهر یه رفته بیرون واسه سرا گیر کرده خب در صورتی که نقشه نگاه بکنین اصلا این داستان اصلا کاملا غیر محتمله خب اصلا امکان پذیر نیست به دلیل اصلا امکان این داستان راه حجاز نمیشه حتی با شطور هم به این راحتی رفت چه برسه پای پیاده موقعی هم که شهری اونجا نبوده یعنی ببینید شما دارن میگن این, شما. این موقعی موقعی حداقل بعدها اگه مثلا مکه به وجود اومده میگن خب یه راهی به مکه بوده اینا بدون شطور بدون که هیچ جاده‌ای باشه بدون که هیچی باشه چون که موقعی که اسماعیل پاشا تکون داده زمزم هم وجود نداشته پس شهری هم اونجا نبوده که مکه این تازه افتتاح مکه بوده خب یعنی اینا باید. این همه راه ها تو این همه راه رفتن جایی که اصلا هیچ کسی نمیتونست زنده بمونه این دوتا با جا تا اونجا تو هم چرا تونستن این همه مدت پیاده دمون بیاره این اصلا کاملا غیر محتمله حالا اینجا آب آب از زمین در اومده بعد سالیان بعدم که اسماعیل بزرگ شده ابراهیم هم از اون شما پاشده اومده به پسرش یه سر زده و با هم کعبه رو ساختن اینو من فکر کنم تو دو ابتدایی هم داستانش یادتون هست که اسماعیل و بابا با بابا باباش ابراهیم کعبه رو ساختن خب یعنی داستان اعراب این عقایدی رو ابراهیمی رو که بعدها شد اسلام داشتن میساختن به اعراب گفته که نه تنها نه تنها ابراهیم این عقاید ابراهیمی مال یهودیا مال اعراب بیشتر تا ما اعراب میگفتن آی مال آه یهودیاست بدین ما چه ربطی داره نه نه تازه عقاید ابراهیمی اصلا مخصوص شما عربه شما پسر شما فرزندان اصلی ابراهیم هستین یکی این این کعبه هم که این همه سال دورش دارید میچرخینا میدونی کی اینو ساخته بگم کی رو ساخته ابراهیم ساخته اه. جدی میگی این همه مدت ما دور این میچرخیدین ابراهیم اومده پاشده اینو ساخته یعنی داره بهشون میگه که این دینی که شما این چیزی که شما دارید میپرستید رو دورش دارید هی عبادتش میکنید اصلا این از ابراهیم اومده مختون گوزید یا نه یعنی به عرب گور او مثلا این بیگانه که نیستی چی تازه اصل اصل, اصل این عقاید ابراهیمی مال شما عرب بوده و اینجوری سنت عربا که دور کعبه چرخیدن و عبادت کردن تو کعبه رو پیوند زدن به عقاید ابراهیمی خب اتفاقا خیلی جالبه که تو عقاید اسلامی هم داریم که مسلمانان اولش به طرف بیت المقدس نماز میخوندن خب و بعدا به طرف کعبه نماز خوندن و شاید این داره اشاره میکنه به اینکه شاید که از سیاسی عرب اولش داشتن به یه طرف یک جای بیگانه نماز میخوندن و بعدا عربترش کردن یعنی عقاید ابراهیمیشون یهودی بوده بیشتر برای همین داشتن به طرف معبد یهودیان نماز میخوندن و بعدا برای اینکه مشتری داشته باشه بین عرب برگشتن به همون به جای که بیان همه چیزای عربا بذارن کنار به طرف همون جایی نماز خوندن که عرب سنتشون بوده که این عقاید ابراهیمی قابل پذیرشش بیشتر باشه بین عرب حالا این فرضیه من هست که چرا این عقاید چهجوری به وجود اومده اگه یک روزی یا اکادمیکی یه جایی این رو اثبات کرد یا اثبات کنه باور به شما وجه کرد من اینجا ثبت شده که اینا به ما دیگه حالا بریم ادامه بدیم خب در سال 1987 آه یه کتاب دیگه خانم کرون پابلیش کرد جدا از آقای مایکل مایکل کوک ایوان میخواین ایوان چیزی میخواین اضافه بکنین تا اینکه یعنی حرف بزنم نه نه فقط تبر باور اسلامی طبق باور اسلام میگفتن وقتی بتها رو از کعبه درآوردن مسلمانان به سمتش نماز خوندن در حالی که این نمیخونه باخره. آره نه 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 ببین درسته که زمانی ولی خب داستان این بود ببین عرب کعبه رو ساخته بودن برای بت و چه میدونم عقاید خودشون خب ولی عرب بازنویسی کردن یا دا تاریخ رو بازنویسی کردن و گفتن که این کعبه قبل از اینکه برای بت باشه برای الله بوده یعنی میگن اوریجنش الله بوده خب یعنی شما متوجه نیستی شما فکر میکنین اینو برای بتها ها ساخته در صورتی که این از اصل اصلش ابراهیمی بوده یعنی شما میگید آ اینا عقاید یهودی هاست ما عربیم چه کار داریم با یهودی ها خب یعنی میگم بابا شما کعبتون اصلا ابراهیمیه یعنی همچین حالی یعنی با... خب درسته که داشتن به طرف بت ها یعنی اون موقع به طرفش نماز نمیخوندن ولی میگفتن که ابراهیم خودش یک بت بوده یعنی ابراهیم خودش با بت هایی که شما الان دارین به طرفش نماز میخونین ابراهیم مشکل داشته و ابراهیم هم این کعبه ساخته و اوریجنش برای الله